شناسایی یک عامل انحرافی و شایع بین تمام مردم. یعنی اون کسی که میخواد فتنه بکنه یک عامل اشتراکی رو بین همه تشخیص میده. سامری بعضی میگن شخص دوم انقلاب موساست، از نسل حضرت یوسفه، یعنی پیامبرزاده است، شأن و شخصیت داره بر خودش. این دید عجب، مردم تا اومدن این وقت گفتن ای موسی یه خدای بر ما ردیف کن اینجوری گوساله. گفت ای خود اینا که گوساله و بت پرستی سه یه دونه هم باید باشه. دقت کنیم یه دونه که گفتم اینجا تک یه دونه باید باشه. اومد همون مراسم گوساله پرستی گاب آپیس رو آورد. حالا در مورد آپیس برید خودتون تحقیق کنید که موجودی نیمه انسانو که در اثر ازدواج یک انسان با به قولی گاو به دنیا آمده در معبد پتاه ازش استفاده میشد. حالا من نمیخوام وارد اون اسطوره ها و تاریخ مصر بشم، خودتون برید تحقیق بکنید. برخی هم میگن این گاو حاسور بود یا حاتور، که این هم باز مجسمه نیمه انسان و نیمه گاوه. حالا من کلمه حاسور که همین ثور در زبان عربی از اون باقی مانده احتمالا این باشه، اما من بعد از تحقیق مفصلی که انجام دادم من آپیس رو تایید میکنم. شاید قول خیلی این باشه که حاسورها، اما من آپیس رو تایید میکنم چون مو نمیزنه. یعنی با همون چیزی که قرآن گفته، با اون چیزی که اونا دنبالش بودن، گاو زرد رنگ پرستشش قبلا بوده، اینا دیدن، این تو دریا انداختنش، همه چیش جوره. اصلا معجزه قرآن چیز عجیب غریبی رو اصلا اشاره کرده. بگذاریم از این. سامری دید اینا گوساله دوست دارن بپرستن، فلان خدا رو نماد گوساله میدانن، براشون گوساله عمل آورد و ساخت. چرا بزغاله درست نکرد؟ چرا فیل درست نکرد؟ این همه خدا داشتن اونا. نه دید اینا تو اون همه بت کدوم انتخاب کردن؟ گوساله رو. نوشت علاقه به پرستش بت ترجیحاً گوساله. دفتر چی داشت؟ بدن آزامش اسناد بلاخره. وقتی که ما اومد اصلا اینا همه قفل شدن، گفتن جانا سخن از زبان ما میگوی. همه دوست داشتن گوساله رو، اینو شناسایی میکنه. در بهاییت اومد طرف میخواست فرقه درست بکنه، گفت چیکار کنیم؟ دید همیشه یه اروری تو ذهن خانم‌ها هستش که چرا مرد و تعدد زوجات باید داشته باشه. خب گفت عجب نکته ای. میرزا حسین علی نوری کجوری توی فتاواشو به قولی اون قوانین مزخرف خودش نوشت یک مرد بیش از یک زن نمیتواند بگیره. این اصلا رفت رو مخ زنا. عجب، نگاه کن چه دینه، چه حالا دین که نیست، حالا چه فرقه خوبی درست شد. حالا بماند خودش سه تا زن گرفت. بیشتر داشت توشتر نامر خودی ستا زنگی. سنت های غلط جاهلیت که تو اعراب بود، یکی از ما رو کشتی باید یکی از شما رو بکشم. یعنی انقدر جالب بود، مثلا یه قومی باید یه نفر تو مثلا سر یه شطوری دعواش میشه، ما میتونه دندون رو نمیشکست، اینا میگفتن کاری نداریم، یا همونی که زده دندون شکسته بدی دندونش رو بشکنیم، خب یا ما بیم دندونی که میشکنیم میگه دندونش رو دندون بشکنم. حالا اسلام دیگه اون ببخش محبت کن تا جایی که میشه بابا، حالا یکی دیگه زده تو میخوای بری بابا، بابای میکش بابای میمرد، بچه‌شو باید میکش بابا، این بدبخت چه گناهی کرده؟ اینا مونده بود. یزید میبینی سال 61 هجری میگه لیت اشیاخی به بدن شهید، کاش باباهام بودن میدیدن انتقام بالاخره گرفتن. یعنی از جنگ بعد بدبخت اصلا زمان جنگ بعد به دنیا نیامده بوده. حالا من حساب نکردم احتمال زیاد حتی به دنیا نیامده بوده دیگه، چون سنی نداشت که. بعد میگه کاش اصلا ندیده اون با بزرگ نحس ملعونه که به درک واسط شده، اصلا جهنمی بوده، کافر بوده، جاره پیغمبر جنگه. میگه کاش با بزرگم زنده بود میدید من جایی بالاخره انتقامش گرفته. یعنی اون خریت جاهلیتی که درشون وجود داشت مبنا شد. یعنی یک وضع، ببین یک حیثیت اجتماعی، یک چیزی که تو ناخودآگاه جمعی نشسته رو فتنه‌گر اونو دست بذاروش. تو آخر الزمان فتناش همینه، دجال وقتی میاد دست میزه روی یک علاقه های اجتماعی بین همه. با همین سلاح رسانه، این صهیونیسم دجال با خرش رسانش همین کارو میکنه. شما میبینی اصلا این شبکه میگه عجب حرف میزنه، یعنی دقیقا رو همون نکته. مثلا الان نمیدونم شبکه زدن شبکه تبشیری مسیحیتش، همینه. شما میبینی در مورد اسلام عدلی دست میزنن تو همون جایی که تو چی داری؟ شبهه داری و حقم داری شبهه داشته باشی. من بیورزگی کردم نایمدم حلش بکنم. آموزش پرورش دانشگاه خوب کار نکرده، صدا و سیما خوب کار نکرده،
وگرنه شما دیدید که اینا هر شبهه وارد کردن ما ورود پیدا کردن دقیقاً دیدید نقطه قوت اسلام بود. اونو دست میذاره روش. یا مثلا ببینید اینو ابن تیمیه حرانی میگه، انس هم نقل میکنه، در صحاح آمده عزیز من. دقت کنید ابن تیمیه حرانی که در منهاج السنت النبویه میگه، او یکم فکر کنم احمد در مسند احمده که از انس ابن مالک نقل شده، میگه که بغض نسبت به علی در بین تمام صحابه ریشه داشت. میگه همه از علی بدشون میومد، اما نمیتونن رو کنن. در اون ما حدیث و روایتی که از انس نقل میشه، میگه پیامبر وسط کوچه سرش گذاشت رو سینه علی، زار زار اشک ریخت. ما برگشت میگیم پیغمبر چی شده یا رسول الله؟ گفت من میبینم بغضهایی که همین ها در سینه نهفتن و پس از من آشکار خواهم کرد. این اینکه حضرت موسی بگه ای هارون میبینم دفترچه یادداشت هایی را که در انبان اندوختند و میبینم، بگید طلاهایی که با خود از دوران جاهلیت مصری خودشون آوردن، من زینت القوم، از نجات پرستی هاشون. اصلا عجیب نجات پرست بودن. میگفتن یه غیر عرب حق نداره بیاد نماز بخونه واسه ما، پیش نماز نباید بشه. تا مدت ها، حالا من نمیخوام بگم کیا گفته و بحث ولش کنم، یه هفته بعد هم میخوام ورود پیدا بکنم، چون برید خودتون بخونید، فرق نداره با مسلمان دیگه. تاریخ صدر اسلام هم اهل سنت نوشتن اصلا، یه حرفی که شیعه نوشته که برید بخونید. مثلا این ایرانی، این عجم، عجم در زبان عربی یعنی گنگ، یعنی کسی زبانش گنگ، یعنی ما حرف زدنش بلد نیست، تای دستدار نمیتونه تلفظ کنه، دالزال و زالو نمیتونه تلفظ بکنه، این میخواد به نماز بخونه. بعد حالا بعضی یاد گرفته بودن، خوبم تلفظ میکنن، اما بهانه شده میگفتن نه تو نباید بیای، یعنی بررسی نژادی. هی بارها میگفتن نبرد قادسیه، نبرد قادسیه، ما فلان کردیم، ما به همون کردیم، چه خبره؟ تو اومدی اسلام گسترش بدی یا امپراتوری بیزانسی؟ چه فرقی داره تو با پادشاه؟ به خاطر امیرالمومنین با هیچ کدوم این جنگا موافق نبود و اجازه نداد امام حسن امام حسن تو جنگا برن. یه داستانی ساخته امام حسن امام حسن تا گرگان اینا اومدن. حضرت علی تو جنگ خودش، تو جنگ صفین، اجازه نمیداد امام حسن امام حسن بجنگن. به محمد حنفی گفت تو برو جلو، که محمد حنفی دادش در اومد، گفت جون من از سر راه آوردیم، ما بچه تو نیستیم یا امیرالمومنین. گفت تو این دستای من، اونا مثل چشامن، دست از چشم محافظت میکنه، فراموش نکن اونا فرزند زهرا. برو جلو. بعد تو جنگ خودش استفاده نکرده، بیا تو جنگ بقیه، بعد تا گرگان هم بفرستشون. اصلا بابا خطه شمال ایران تو حمله اولیه فتح نشد به علت وجود کوه، سالها بعد شد. به خاطر همینم مأمن کیا بود؟ شیعیان بود. علویان می‌خواستن فرار بکنن، میرفتن تو شمال قایم می‌شدن. این همه امامزاده که تو شمال هست، اینا منطقیه. بعضی میگن اینا از کجا اومده، منطقیه. میرفتن تو کوه‌ها اینا رو پیدا می‌کردن می‌کشتن.